سلام سلام، من پریسا هستم و خوش اومدید به کانال من. توی این ولاگ میخوام از مهمونی برگزار کردم به سبک خودم بگم. من راستش ذهنم خیلی درگیر میشه وقتی مهمونی دارم، یعنی از یک هفته قبل درگیرش میشم. بعد اومدم یه بار این کارا که باید بکنم و نوشتم توی یه برگه و هر کاری که انجام دادم خط زدم، یعنی ذهنم خیلی آروم شد و فهمیدم همه چی طبق برنامه پیش میره. خلاصه حالا میخوام یه سری کارهایی که من واسه مهمونی انجام میدم به ترتیب بهتون بگم. شاید برای شما مفید باشه و مهمونی خیلی خاصی هم نداریم. پدر مادر همسرم هستن، دو نفرن که از پارسال که کرونا اومد دیگه خونمون هم نیومدن. خیلی هم تدارک خاصی ندارم. شام قرار جوجه کباب با پلو زعفرانی داشته باشیم، سالاد کاهو، ترشی، پیتزا رو نون توست و یه دسر هم هست اسمش حلوای شیر و زعفرونه، ولی خیلی خوشمزه است. اصلا به عنوان حلوا نگاش نکنید، خیلی خوشمزه و دسر خیلی خوبیه که تصمیم گرفتم اونو درست کنم. همین، چیز خاصی هم نیست. اولین کاری که میکنیم اینه که میریم خرید، از شب قبل کارشو انجام بدیم که بیایم همه شستشو انجام بشه. همین، امیدوارم که تا آخر ویدیو کنارم باشید و براتون مفید باشه. میریم واسه آماده کردن مواد جوجه‌مون که تو این مواد خیلی خوشمزه است و قشنگ گوشتتون ترد میشه. پیاز، فلفل دلمه‌ای، سس مایونز، زعفرون، لیمو و نمک. خب اینم از مواد مرغمون که تو مواد خوابید و تا فردا شب همینجور تو مواد میمونه. همسرم میگن که دو سه بار اینجوری باید همش بزنیم تا مرغ آب نندازه. خیلی خوشمزه. دوم، یعنی روز مهمونیه. هوا هم خیلی بارونیه. تو هم دیر از خواب بیدار شدم، برعکس همشه، ولی خیلی خوب خوابیدم بعد از فکر میکنم یک هفته. اینم لیست کارهای امروزم که حالا پشت سر هم به شما نشون میدم که چیه. فقط اینا انجام شد دیشب. خرید و زده و فونی کردن خرید و حاضر کردن جوجه کباب. الان میرم حلوای شیر رو درست کنم و مسعودم اگه بیاد خونه سالاد رو درست کنه که با هم انجام بدیم و زود تمام بشه کارو. رنگش زرد میشه، فکر کنم آردشو زیاد تفت دادم، نمیدونم، یه ذره ناراحت شدم. خیلی هم زحمت برد، خیلی، اصلا توصیه نمیکنم. اینم که سالادمون. آره، آشپزخونه تموم شد دیگه، الان جارو و تی مونده، تمیزکاری خونه، بعدش دیگه تموم میشه کارم تا ساعت 5 که پیتزا را آماده. خب بیشتر کارم رو انجام دادم، الان بهتون بگم. آماده کردن حلوای شیر که درست شد، درست کردن سالاد درست شد، تمیز کردن خونم درست شد، یعنی با هم انجام دادیم. آماده کردن این ظرفا تموم شد، فقط همون حاضر کردنم به پیتزا رو نون توسته که اونم دیگه وقتی مهمون رو بیان انجام میدم دیگه همین تمام شد. فقط یه نکته بگم،
من اگر این دسته رو انتخاب کردم دلیلش یکی این که میخواستم توی یه سری ظرفه کوچیک بریزم، مثل دسر تک نفره میشد و اینکه زرد میشد و خیلی خوشمزه است. اصلا مثل حلوای معمولی نیست که فکر کنید حالا چرا حلوا درست کردی. یعنی اگه اولین بار کسی بخوره، حالا این رنگش، نه این رنگش، زردش که زعفرونیه، اینم بهش زعفرون زدم ولی فکر کنم آردش رو زیاد تفت دادم. حالا اگه کسی اولین بار بخوره بهش نگید حلواست، اصلا متوجه نمیشه این حلواست، اصلا فکر میکنه پاراکوتای چیزی زیاد خوشمزه. این از این. و برای پذیرایی هم به جز میوه و حالا اون حلوا اینا، این اردفخوری رو دارم من که توش با چیزایی که دارم پر کردم، یکیش بادوم زمینی، یکیش سنجد، یکیش این کره کشمش. قاطی کردم، خیلی خستم آخه. بعد یکیشم تخمه. همین. اینم واسه پذیرایی. داره آروم آروم هم برف میاد و اینکه آذر ماه، بعد اگه مهمون نداشتیم ما حتما میرفتیم بیرون. برای پذیرایی اول هم میخوام چای ماسالا درست کنم که با همون شیر و پودر ماسالاست. بعد برای بعد شام هم اون دمنوشی که الان براتون میذارم اونو میخوام بذارم و میوه و این چیزا. دیگه فکر کنم نمیتونم صحبت کنم با هاتون و تا جایی که بتونم فقط فیلم میگیرم دیگه. مهمونو میخوام برسم.